فقط خبرها. گفتگوی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران. ایران میگوید پیشنهاد حضور آمریکا در نشست غیررسمی اعضای برجام را بررسی میکند. بسته شدن مرز عراق با خوزستان در پی خرید و فروش کاغذ تست منفی کرونا. همزمان رئیس سازمان نظام پزشکی میگوید دولت در تهیه واکسن عقب مانده. اگر همه سیستم حفظ شود. گفتگوی بی بی سی فارسی با مارشال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین رئیس جمهوری افغانستان میگوید به شرط حفظ ضوابط در دولت انتقالی با طالبان کنار خواهیم آمد. و یک قهرمانی دیگر در ملبورن برای سربینا تور. جاکوویچ برای نهمین بار تنیس اوپن استرالیا را برد. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگر از تلویزیون فارسی بی بی سی. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران درباره آینده روابط ایران با این آژانس سازمان ملل گفتگو کرده. رافائل گروسی در شرایطی به ایران رفته که این کشور میگوید اگر آمریکا تحریم‌هایش را برندارد از روز سه‌شنبه کار بازرسان آژانس را در ایران محدود خواهد کرد. در همین حال ایران اعلام کرده در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا برای شرکت در جلسه غیررسمی 4 به علاوه 1 است که آمریکا هم به آن دعوت شده. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در تهران در پی نجات روابط ایران و آژانس. او در گفتگوهش امروز باید بتواند روشن کند که آینده این روابط چگونه خواهد بود، با توجه به اینکه ایران در شرایطی می‌خواهد کار بازرسان آژانس را محدود کند که همین بازرسان در 3 نقطه اعلام نشده از سوی ایران ردهایی از مواد رادیواکتیو پیدا کردند و ایران تا کنون توضیحی قانع کننده درباره آنها به آژانس نداده است. این یکی از این 3 نقطه در مبارکیه نزدیک ورامین در جنوب شرقی تهران. منابع دیپلماتیک به رویترز گفتند در این نقطه مثل 2 نقطه دیگر در آباده و در ترقوز آباد در جنوب تهران رد اورانیوم پیدا شده. وزیر خارجه ایران امروز قبل از ملاقاتش با مدیر کل آژانس گفت بعد از روز سه‌شنبه بازرسان آژانس دیگر به فیلم‌های دوربین‌های نصب شده در تأسیسات هسته‌ای دسترسی نخواهند داشت. We will talk to him about. ما با آقای گروسی صحبت خواهیم کرد درباره احترام گذاشتن به قوانین کشورمان، یعنی اجرای مصوبه مجلس بدون آنکه در کار او برای نشان دادن صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران بن‌بستی ایجاد کنیم، چون واقعا هم این برنامه صلح‌آمیز است. اما تندروها خواهان خروج ایران از توافق هسته‌ای هستند و پایان همکاری‌ها با آژانس، مسیری به طرف جنگ. این بسیجی‌هایی که می‌گویند دانشجو هستند. دولتی‌ام اینقدر پذیرایی بکنم از این آقا و اینقدر مورد استقبال واقع بکنم بنده خدا، ما نمی‌دونیم به چه معناست واقعا. چه پارسی دارن می‌فرستن؟ دنبال چه هدفی‌ان؟ در مجلس هم تندروها همچنان در پی تنگ‌تر کردن فضای دیپلماسی هستند. امروز 226 نفرشان در بیانیه‌ای تاکید کردند که از روز سه‌شنبه کار بازرسان آژانس باید محدود شود. رفع عملی و کامل تحریم‌های بانکی و نفتی از شرایط اساسی ملت ایران برای برگشت امریکا به برجام بوده. بنابراین تمام تحریم‌ها که در برجام، حالا به گفته عباس عراقچی یکی از مذاکره کنندگان ارشد ایران، مقام های این کشور در سطح عالی در حال بررسی پیشنهاد اتحادیه اروپا هستند که میخواهد جلسه غیر رسمی برگزار کند با شرکت ایران و قدرت های جهانی که آمریکا هم به آن دعوت شده باشد. ما در حال بررسی این پیشنهاد هستیم. روزنامه ساندی تایمز امروز از قول مقام‌های آمریکایی نوشته که کاهش تحریم‌ها در دستور کار است، اما نه قبل از نشست با ایران. مدیر کل آژانس قرار است امروز به وین برگردد تا گزارشش را به شورای حکام تا اواخر هفته ارائه کند. گزارشی که بر اساس یافته‌های امروز او در تهران تنظیم خواهد شد.
یافته‌هایی که ممکن است ایران و آژانس را دوباره در مسیر برخورد و تنش بگذارد و کار برداشته شدن تحریم‌ها را مشکل تر کند. کسرا نجیب، بی بی سی. چند خبر کوتاه. رسانه‌های ایران از بازداشت یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی این کشور خبر دادند. هنوز نام این مدیر منتشر نشده، اما گفته می‌شود اتهام او دریافت رشوه در پرونده توزیع 35 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر با افزایش نابسامانی بازار ارز در ایران، چند مدیر ارشد بانکی به اتهام فساد و اخلال در بازار ارز تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند. با گذشت 4 روز از زلزله در شهرستان سیسخت استان کهکیلویه و بویراحمد، رئیس جمعیت هلال احمر ایران میگوید به این نهاد اجازه برپایی چادر و اردوگاه ندادند. کریم همتی دلیل این تصمیم را سردی هوا عنوان کرده. او همچنین گفته به دلیل مشکلاتی که در زلزله کرمانشاه ایجاد شده بود، کانکس هم توضیح نمی کند. مردم زلزله زده در سیسخت با وجود سردی هوا مجبورند شبها را در خیابان به صبح برسانند. به گفته استاندار 1200 واحد مسکونی کاملا ویران شده و بیش از 3000 خانه هم نیازمند تعمیرات اساسی است. جمعیت امام علی میگوید وزارت کشور ایران از قوه قضاییه خواسته این مؤسسه خیریه غیر دولتی را منحل کند. جمعیت امام علی فعالیت خود را در سالهای اخیر بر کمک به کودکان کار و بی سرپرست متمرکز کرده. اوایل تابستان امسال شارمین میمندی نژاد مؤسس این نهاد بیش از 4 ماه بازداشت بود و با قرار وثیقه آزاد شد. او به توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی متهم شده بود. مجلس ایران جزئیات بودجه سال آینده رو دوباره آغاز کرد، یا بررسی جزئیات بودجه سال آینده رو دوباره آغاز کرد. 3 هفته پیش نمایندگان لایحه بودجه سال 1400 رو رد کردند، ولی دولت نسخه اصلاح شده ای به مجلس فرستاد که کلیاتش هفته پیش تصویب شد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس گفته آنچه پیش روی نمایندگان است بودجه مطلوب مجلس نیست، ولی با همکاری دولت حداکثر اصلاحات ممکن در اون اعمال شده. فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی از پاریس با ما هست تا در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای خاوند، اون اختلافات پر سر و صدا رو شاهد بودیم و حالا بودجه‌ای که اومده و تایید هم شده، چقدر واقعا میشه گفت اون اختلافات جدی بود؟ ببینید، بین لایحه بودجه اصلاحی دولت و اون چیزی که قبلا ارائه شده بود 12 آذر ماه واقعا تفاوت خیلی زیاد نیست. در مجموع، چون فقط باید رجوع بودجه عمومی صحبت کنیم، چون بودجه شرکت ها و اینا که اصلا بررسی نمیشه، بودجه عمومی کشور قبلا 841 هزار میلیارد تومان بود که تازه یک بودجه انبساطی بود، چون حدود 47% نسبت به بودجه قانون بودجه سال جاری بیشتر بود. حالا افزایش پیدا کرده شده 854 هزار میلیارد تومان، یعنی انبساطی تر شده. البته دولت روحانی 40 هزار میلیارد تومان به اصطلاح از هزینه ها رو کم کرده، در عوض اوراق قرضه رو، اوراق مالی رو بیشتر کرده، حدود فکر میکنم 53 هزار میلیارد تومان. و نکته مهمی که هست در این لایحه اصلاحی اینه که قبلا بودجه روی هر بشکه نفت صادراتی 40 دلار بسته شده بود، حالا این رو تغییر دادن به 50 دلار که البته با توجه به وضعیت اقتصاد جهانی میشه گفت که در مجموع غیر واقع بینانه نیست، چون امکان این که اقتصاد وضعش بهتر بشه و نفت قیمتش بالا بره هست، ولی میدونیم که ایران در شرایط تحریمه و بنابراین دستیابی ایران به این منابع نفتیش بستگی داره به فرجامی که برای این برجام ما میتونیم در نظر بگیریم. ولی همونطور که عرض کردم در مجموع اگر فقط یک کلمه بخوام بگم، این بودجه بودجه‌ای هست بد، چون کسری بودجهش خیلی خیلی زیاد خواهد بود مگر اینکه تحول چشمگیری در وضعیت برجام پیش بیاد. دولت به دنبال برداشت از صندوق ذخیره ارزی بود، چیزی که آیت الله خامنه ای بارها با اون مخالفت کرده. در این لایحه چه تغییری اتفاق افتاده در مورد اون؟ ببینید، در قبلا قرار بود که دولت توی لایحه پیش بینی کرده بود، لایحه اولیه، که 2,300,000 بشکه نفت بفروشه. مجلس، اون کمیسیون تلفیق و بعد با در ارتباط با آقای خامنه ای تصمیم این شد که تا 1,000,000 بتونه خود دولت برداشت بکنه، بقیهش
38% برمیگرده به صندوق توسعه و اینکه دولت باید از اگر بیشتر نفت بفروشه پول صندوق رو پس بده و از قرار معلوم دولت روحانی این رو قبول کرده و حاضر شده که این کار رو بکنه. ممنون آقای فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی با ما. در پی شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا در خوزستان، مرز این استان با عراق بسته شده. سوی جدید ویروس که اولین بار در بریتانیا ثبت شد و حالا در ده‌ها کشور پخش شده، به گفته وزیر بهداشت عمدتاً از طریق عراق وارد خوزستان شده و در کل ایران در حال چرخش است. همزمان رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از عقب ماندگی در تهیه واکسن کرونا و تعداد کم واکسن‌های خریداری شده برای مردم انتقاد کرده. ریحان مظاهری و جزئیات بیشتر. تصاویری از این روزهای بیمارستان گنجویان دسفول در شرایطی که گفته می شود سویه جدید ویروس کرونا که اولین بار در بریتانیا مشاهده شد بسیاری از شهرهای استان خوزستان را در بر گرفته. بر اساس آمار وزارت بهداشت بیشترین تعداد مبتلایان به این نوع جهش یافته ویروس در استان خوزستان ثبت شده. مثلا از یه آی‌سی‌یو خوزستان، یکی از بیمارستان‌های دانشگاهی ما نمونه گرفتیم، 10 تا نمونه گرفتیم، 9 نمونهش ویروس انگلیسی بوده. حالا با دستور وزارت بهداشت مرزهای این استان با مناطق همجوارش بسته شده تا شاید راهی برای جلوگیری از سرایت ویروسی باشد که سرعت انتقالش بسیار بیشتر از نوع قبلی است. مرزهای خوزستان کاملا بسته شده، ورود و خروج داخلی از استان به خارج محدودیت جدی ایجاد شده، تردد بین شهری درش ممنوع شده در اکثر جا، بعضی از روستا هستم کلن قروق و قرنطینه شده. با وجود بستن مرزهای استان خوزستان، اما رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفته که مقامات این استان با درخواست این دانشگاه برای قرنطینه 2 هفته‌ای این استان مخالفت کردند. فرهاد ابوالنژادیان همچنین از بسته شدن مرز ایران و عراق به دلیل خرید و فروش 1.5 میلیون کاغذ تست منفی کرونا خبر داده. در مرز متاسفانه PCR هایی که از عراق وارد کشور ما میشد، اخیراً متوجه شدیم که این PCR ها واقعی نیستند. ایران درست 1 سال پس از آن که آمار دولتی ورود کرونا به این کشور را ثبت کرد، حالا در آستانه موج 4 است. اسفند ماه سختی در پیش خواهیم داشت اگر سخت نگیریم. شیوع موج جدید ویروس در کشور در حالی است که ایران واکسیناسیون سراسری را هم با تعداد نسبتاً کمی واکسن وارداتی از روسیه آغاز کرده. کم بودن تعداد واکسن وارداتی نسبت به جمعیت انتقادهای در پی داشته، از جمله واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی ایران. اولویت تعلق واکسن به کادر شریف درمان و اقشار آسیب پذیر غیر قابل تردید است. تا امروز 20,000 واکسن روسی برای جمعیت 80 میلیونی ایران تهیه و توزیع شده است. خوب بود نقادان منصف پیگیر علل و عوامل اصلی این عقب ماندگی در تهیه واکسن کووید بودند. وزارت بهداشت وعده وارد کردن واکسن‌های چینی و روسی و همچنین واکسن آکسفورد آسترازنیکا را هم داده. اما همچنان ناکافی بودن واکسن‌های وارداتی به نسبت جمعیت ایران به نگرانی در مقابل موج جدید کرونا در این کشور دامن زده. ریحان مظاهری، BBC. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی دوباره بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. همزمان با سفر رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، ایران میگوید پیشنهاد حضور آمریکا در نشست غیررسمی اعضای برجام را بررسی می‌کند. در پی خرید و فروش کاغذ تست منفی کرونا، مرز عراق با استان خوزستان بسته شد. در ادامه این برنامه، نهمین قهرمانی سربیناتور در تنیس اوپن استرالیا. مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش اسلامی افغانستان و معاون اول پیشین رئیس جمهوری، گفته که با حفظ دستاوردهای 20 سال اخیر حکومت موقت قابل پذیرش است. با آغاز مذاکرات صلح بین طرفهای جنگ افغانستان که فعلا متوقف شده، زمزمه لزوم حکومت موقت برای گذار از وضعیت فعلی بارها شنیده شده. آقای دوستم در مصاحبه اختصاصی با BBC فارسی گفت اگر طالبان حاضر به مذاکره نیستند، بهتر است هیئت مذاکره کننده افغانستان از دوحه قطر برگردد. اگر همه سیستم حفظ شود، همه دستاوردهای
19 ساله که داریم، حال قانون اساسی داریم، پارلمان داریم، سنا داریم، بالخصوص نیروهای دفاعی، امنیت ملی، وزارت داخله، دفاع و جایگاه خانما در حکومت یا موقت و بالخصوص این صلح مطمئن، صلح پایدار تامین می شده باشه. البته ایرا خود رئیس جمهور هم پرسان کنین، اینمی چیزایی که ما گفتم هم حس شوه شاید رد نکنه ایرا بپذیره که طالبا باز بدن باز جنگ دیگه با یک باغنگری دیگه کرده باز جنگ در افغانستان داغ نکنم. چقدر حالا نظرتان تغییر کرده که او زمانی که میگفتین که آقای غنی پشتونگراست، حتی لوگرگراست، حالا چقدر به اون نظر هستین و یا تغییر کرده نظرتان؟ ما نظر ما برای شما بگویم، ما هنوز هم مثل یکان گفاره احساس میکنیم. پشتونگرایی آقای غنی رو احساس میکنیم؟ ما برای شما میاییم در سوالتون. بفرمایید. ما مارشال افغانستان شدیم. مارشال افغانستان شدیم. ما همه مارشالی را رتبه دکتر صاحب عبدالله آمد. رئیس دفتر شو هم از شاگردای خود هم از شاکر کارگر می آمد. 300 سال گذشته پراموش شده بودیم، واقعا محروم بودیم، مظلوم بودیم، واقع شده بودیم در افغانستان. بعد از او یک کس پیدا میشه از برتبه جنرال ایلچی مارشال نایل می آید، او را به خاطر سیاست هم ما باید در اونجا ام محفله خود دکتر صاحب اشرف غنی در اونجا میگرفت. ما اگر این فکر نکنیم هم آل دیگه زیاد این فکر میکنه. این مارشال شدن ما تاثیرش یک در چه در افغانستان نبود، در منطقه گپ خدا داشت. نسخه طولانی تر این مصاحبه رو میتونید امشب در برنامه 60 دقیقه ببینید، نسخه کامل هم سه‌شنبه پخش میشه. اما در اسرائیل با واکسینه شدن تقریبا نیمی از جمعیت، از امروز بعضی از محدودیت‌های مربوط به کرونا برداشته میشه. کتابخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی و مرکز خرید برای کسانی که گذرنامه سبز دارند باز خواهد شد. یعنی اون دسته از کسانی که واکسن زدن یا به کرونا مبتلا شده و بهبود یافتند. استرالیا هم امروز واکسیناسیون سراسری را آغاز کرده. همزمان بریتانیا میگوید یک سوم جمعیت بزرگسال دوز اول واکسن را دریافت کردند. بالا نعباسی گزارش میده. آبجوی مجانی بعد از واکسن، ایده یک میخانه در اسرائیل که به مرکزی برای واکسیناسیون تبدیل شده. نیمی از جمعیت 9 میلیون نفری اینجا دوز اول واکسن را دریافت کردند. مقام‌های اسرائیل میگویند واکسن فایزر میزان موارد مرگ و بستری در بیمارستان را تا 96% کم کرده. حالا وقت آن است که چهره شهر کم کم به شکل روزهای پیش از کرونا بازگردد. از امروز بسیاری از محدودیت‌ها برداشته می‌شوند. باشگاه‌های ورزشی، هتل‌ها و جاذبه‌های توریستی دوباره باز خواهند شد. البته تنها برای کسانی که کارت سبز دارند، یعنی آنهایی که یا واکسن زدند یا کرونا گرفته و بهبود یافتند. در سرزمین‌های فلسطینی اما شرایط بسیار متفاوت است. 20,000 دوز واکسن روسی اسپوتنیک که امارات فرستاده تازه به غزه وارد شده. مقام های محلی پیشتر گفته بودند اسرائیل از ورود واکسن به اینجا جلوگیری کرده بود. در بریتانیا نشانه هایی از کاهش موارد مرگ و ابتلا. در پی هفته ها قرنطینه و واکسینه کردن یک سوم جمعیت بزرگسال با دوز اول تا امروز. با این حال فعلا معلوم نیست محدودیت ها چه زمانی برداشته خواهند شد. اطلاعات اولیه که به دست ما رسیده نشون میده که آمار ابتلا در کسانی که واکسن زدن کاهش پیدا کرده. اما این تنها اطلاعات اولیه است. هنوز کار زیادی باقی مونده.
اما حالا میتونیم اعلام کنیم که تا پایان ژوئیه واکسن در اختیار همه بزرگسالان قرار خواهد گرفت. در استرالیا هم واکسیناسیون سراسری از امروز شروع شد. اسکات موریسون نخست وزیر جزو اولین کسانی که واکسن فایزر را دریافت کرد. تلاشی برای اطمینان دادن به 20% از جمعیت این کشور که بنابر نظرسنجی ها هنوز درباره واکسن زدن تردید دارند. ده ها هزار نفر فردا به مراکز واکسیناسیون مراجعه می کنند و من می خواهم این افراد بدونن که ما درباره سلامتی و ایمنی این واکسن اطمینان داریم. در این تلاش ملی به ما ملحق بشین تا از این همه گیری بیرون بیاییم. تا رسیدن آن روز میخانه ها و رستوران ها در بسیاری نقاط دنیا همچنان تعطیلند. بعضی اما مثل این میخانه در ایرلند درهای خود را به روی حیوانات بیمار باز کردند. حیواناتی که از توجه و مراقبت پرستاران و ساقیان سرمستند. باران عباسی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. فیسبوک صفحه رسمی ارتش میانمار بر روی این شبکه اجتماعی رو حذف کرده. فیسبوک میگوید ارتش قوانین خودداری از ترویج خشونت را نقض کرده. ارتش میانمار در این شبکه اجتماعی مطالبی در توجیه کودتای خود علیه دولت منتخب این کشور منتشر کرده بود. نظامیان میانمار دولت آنگ سان سوچی را که پیروز انتخابات پارلمانی سال گذشته بود با طرح اتهام تقلب برکنار کردند. از آن زمان شهرهای مختلف میانمار صحنه راهپیمایی اعتراضی بوده. دیشب دست کم 4 راکت به یک پایگاه هوایی متعلق به نیروهای آمریکایی در شمال بغداد اصابت کرد. بنابر گزارش‌ها در این حمله یک عراقی زخمی شد. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته. هفته گذشته هم در حمله دیگر به یک پایگاه آمریکایی در فرودگاه شهر اربیل یک پیمانکار غیر آمریکایی کشته شد. مقام‌های آمریکا حملات مشابه را در گذشته به شبه نظامیان عراقی مورد حمایت ایران نسبت دادند. نواک جاکوویچ، تنیسباز 33 ساله اهل صربستان، یک بار دیگه قهرمان تنیس اوپن استرالیا شد. جاکوویچ امروز در ملبورن و در دیدار انفرادی مردان در مسابقه یک طرفه دانیل مدودیف از روسیه رو شکست داد و حالا بیشتر از هر بازیکن دیگه‌ای در این گرند اسلام قهرمان شده. پوریا جافره گزارش میده. یک شنبه پایانی اولین گرند اسلام فصل تنیس، فینال انفرادی مردان بعد از 2 هفته تلاش در شرایطی غیرعادی. مسابقه هایی که به علت کرونا حدود 1 ماه دیرتر از معمول برگزار شد. در دیدار پایانی دانیل مدودیف از روسیه با یکی از 3 بزرگ تاریخ معاصر تنیس روبرو می شد، نواک جوکوویچ از صربستان. روی کاغذ با توجه به بازی های خوب مدودیف در این مسابقه ها پیش بینی می شد رقابت نزدیک باشد. داستان فینال اما داستانی تکراری بود. جوکوویچ هیچ توپی را هیچ جای زمین بدون جواب نگذاشت. بازیکن سرب که به خاطر نمایش بدون نقصش در چنین روزهایی به او لقب سربیناتور هم دادند، ست اول را 7-5 برد. انگار از اینجا به بعد مسابقه تمام شده بود. در 2 ست بعدی هیچ جای حرفی برای مدودیف وجود نداشت. ست دوم با نتیجه 6-2 برای جوکوویچ. و این همین ماجرا در ست سوم تکرار شد تا جوکوویچ در کمتر از 2 ساعت یکی از راحت ترین فینال های زندگی خودش را تجربه کند. پادشاهی دوباره در ملبورن با 9th قهرمانی. اگر اوپن فرانسه را به نام نادال زده باشند و ویمبلدون را برای فدرر، قطعا اوپن استرالیا از آن جوکوویچ خواهد بود. با 1 قهرمانی دیگر در تورنمنت های عمده، حالا جوکوویچ با 18 عنوان فقط 2 تا کمتر از نادال و فدرر دارد. اختلافی که با شرایط فعلی و اوضاع رقیبانش بسیار جبران پذیر به نظر میرسد. انگار بودن یا نبودن ویروس کرونا هم تأثیر خاصی روی این ماجرا ندارد. پوریا جافره، بی بی سی. جستجوی زندگی در سیارات دیگه ده ها ساله که دانشمندان رو به خودش مشغول کرده. حالا یک شرکت بریتانیایی امیدواره که بتونه آثار حیات فرازمینی رو کشف کنه، البته اگر چنین چیزی وجود داشته باشه. این شرکت میگه میخواد 1,000,000 پوند معادل 1,400,000 دلار برای ساخت تلسکوپی 100 متری جمع کنه.
تلسکوپی که به صدای کارخانه ها، ماشینالات و فضاپیماهای موجود فرازمینی هم گوش میده. گزارش ریچارد وسکات رو ببینید. در یک پایگاه هوایی متروک در شمال کمبریج، در کنار این زاغه‌های مهمات که ده ها سال پیش محل نگهداری بمب‌های هسته‌ای بریتانیا بود، پروژه‌ای آغاز کردند که شاید بتواند روزی به یکی از بزرگترین سوالات زندگی پاسخ دهد. آیا ما در این جهان تنهاییم؟ این زاغه بتونی پشت سر من پناهگاهیه که در صورت حمله به پایگاه پرسنل اینجا پناه می‌گرفتن. می‌تونستن با سلاح‌هاشون از این دریچه‌ها شلیک کنن. امروزه ما در ورای این در ضد بمب رویداد کاملا متفاوتی در جریان است. اینجا مرکز کنترل سازمان پژوهشی اخترفیزیک ایستانگلیا است. تشکیلاتی غیرانتفاعی که می‌خواهد برای ساختن تلسکوپی غول‌پیکر 1,000,000 پوند پول جمع کند تا با گوش کردن به صداهای کیهانی به دنبال نشانه‌هایی از حیات فرازمینی بگردد. این ناحیه رو تجسم کن. اندازش انگار که دو زمین فوتبال کنار هم قرار گرفته باشند. سیگنال‌هایی که از فضا میان به این آینه می‌خورند و آینه اونها رو به اون طرف زمین به این بازتابگر مقعر منعکس می‌کنه. که اونم سیگنال ها رو روی این گیرنده شیپوری شکل اینجا در وسط زمین متمرکز میکنه. پشت این گیرنده اتاقه که کوچکی به اندازه یک دکه روزنامه فروشیه. پژوهش ما کاملا متفاوته و به نظرم بسیار لذت بخش. قرار ما دنبال فعالیت های فضایی بگردیم، مثل کاوش بین سیارات و کاوش ستاره ها. دنبال سامانه های پیشرانه فضاپیما هم خواهیم گشت. در واقع تمدن‌های پیشرفته‌ای که به موازات زندگی ما در جریانند. افراد گوناگونی در این مؤسسه کار می‌کنند، از مهندسان دانشگاهیان گرفته تا الکس 12 ساله. او در تعطیلات میان ترم مدرسه شاپ‌ها را در آسمان فرانسه رصد می‌کند. همونطور که می‌بینین یکی اینجاست که داره ناپدید میشه. این خط سفید در مرکز در واقع خود شهاب سنگه. از اینکه عضو پروژه‌ای هستی که ممکنه روزی صدایی از کائنات بشنوه چه حسی داری؟ خیلی هیجان انگیزه بدونی چیزی کشف کردیم که تا حالا هیچکی نتونسته بود کشفش کنه. و اگه منم تو این کار سهیم بوده باشم فوق‌العاده عالی میشه. شاید این پرینت کامپیوتری مربوط به دهه 70 میلادی نامفهوم به نظر بیاد، اما حاوی قوی‌ترین علایمی است که تاکنون از سیگنال‌های رادیویی کیهانی به دست آورده ایم. یک بخش 72 ثانیه‌ای از آن چنان منحصر به فرد است که اخترشناسی که روی آن کار می‌کرد در کنارش نوشته وای. تلسکوپی که آن صدا را شنیده شبیه به تلسکوپی است که این گروه می‌خواهد در اینجا بسازد. آنها برای ساخت این تلسکوپ محلی در کورنوال در جنوب غرب انگلیس را در نظر دارند. آژانس فضایی بریتانیا هم به این پروژه علاقمند است و آنها امیدوارند که این پروژه در کمتر از 5 سال امکان شنود حیات فرازمینی را میسر کند. ریچارد وسکات، بی بی سی نیوز، کمبریج. ممنون که همراه ما بودید در این بخش خبری و ممنون که بی بی سی فارسی انتخاب کردید.